به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، به سرویس خبری ساعت 5 از شمشاد خوش آمدید. امروز جمعه سوم سرطان سال 1401 هجری خورشیدی که برابر می شود با 24 جون سال 2022 میلادی. آغازم با سرخط خبرها. خواهان کمک های فوری و توجه خاص گردیدم. هشدار سازمان ملل از افزایش فقر در افغانستان. هدف آن تنظیم و نظارت کمک های بشری است. از سرگیری حضور دیپلماتیک هند در کابل. و تعهد اتحادیه اروپا بر عضویت اوکراین در این اتحادیه. تفصیل اخبار. سازمان ملل خواهان کمک های عاجل و توجه خاص به افغانستان گردیده است. این سازمان هشدار داده است که تا پایان سال روان میلادی سطح فقر به 97% افزایش خواهد یافت. رئیس یونما در کابل با اشاره به زلزله اخیر گفته که این کشور به کمک های عاجل و توجه خاص نیاز دارد. وضعیت بد حقوق بشری، بحران اقتصادی، وضعیت موجود بشری و تعامل با رهبران طالب از اولویت ها خوانده شده است. در نشست شورای امنیت سازمان ملل علاوه از زلزله مرگبار اخیر در افغانستان روی وضعیت بشری هم گفتگو صورت گرفت. رئیس یونما یا نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در رابطه با زلزله مرگبار اخیر در خوست و پکتیکا که در آن بیش از 1000 تن شهید و نزدیک به 1500 تن مجروح گردیده و صدها خانه مسکونی نیز تخریب شده است یادآوری نموده و خواهان کمک رسانی فوری به خانواده های متضرر گردیده است. در 24 ساعت آینده از مناطق متضرر گردیده دیدن خواهیم کرد. با خانواده هایی که متضرر گردیده و با کمک کنندگان خواهیم دید. به شمول زنان، اعضای نهادهای مدنی با تمام جناها دیدار می کنم که تعهد به کمک می دهند و در کل برای کمک رسانی کار می نماید. در نشست شورای امنیت وضعیت بد حقوق بشری، بحران اقتصادی، وضعیت روان بشری و تعامل با رهبران طالب از اولویت ها خوانده شده است. رئیس یونما در نشست شورای امنیت وضعیت روان اقتصادی افغانستان را قابل نگرانی یاد کرده که تا پایان سال روان میلادی این رقم افزایش خواهد یافت. اگر اقتصاد به شکل اساسی و درست احیا نشود، افغانها به بحرانهای تکراری بشری روبرو خواهد گردید و سبب مهاجرت گسترده، مساعد نمودن زمینه افراطیت و جنگ دیگر مسرحانه خواهد شد. سازمان ملل هشدار داده است که تا پایان سال 2022 میلادی سطح فقر به 97% افزایش خواهد یافت. نماینده سازمان ملل برای افغانستان در رابطه با محدودیت بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرده و به گفته او که یونما هنوز هم حوادث نقض حقوق بشری را از سوی طالبان به ثبت می رساند. هند با سفارت خود در کابل تیم تکنیکی فرستاده است. این کشور با فرستادن تیم تکنیکی به سفارت خود در افغانستان حضور دیپلماتیکش را از سر گرفت. وزارت امور خارجه هند با نشر یک خبرنامه گفته که هدف از فرستادن تیم تکنیکی به کابل نظارت و تنظیم کمک های بشری با زلزله زدگان است. حدود 11 ماه بعد کشور هند با فرستادن تیم‌های تکنیکی به سفارتخانه خود در افغانستان حضور دیپلماتیک خود را آغاز نموده است. هند در خبرنامه نشر شده وزارت خارجه گفته که هدف از فرستادن تیم‌های تکنیکی این کشور به افغانستان تنظیم و نظارت از کمک‌های بشری برای آسیب دیدگان زلزله در افغانستان می‌باشد. به هدف تنظیم و نظارت بهتر کمک‌های بشری و روابط همیشگی ما با مردم افغانستان، یک تیم تکنیکی هند به کابل رسیده و آنجا در سفارت ما جا به جا گردیده است.
وزارت خارجه از فیصله یاد شده هندوستان استقبال نموده و اطمینان می دهد که بر اساس اصول جهانی در کابل امنیت تمامی سفارتخانه ها تأمین گردیده و به هند نیز اطمینان داده که نگران امنیت دیپلماتان و کارمندان سفارتخانه ها نباشند. از فیصله هندوستان استقبال می کنیم که یک بار دیگر دیپلماتان و تیم تکنیکی خود را به سفارت خود در کابل فرستاد و می خواهد که با کمک های بشری و رابطه خویش با افغان ها ادامه دهد. تحلیلگران فرستادن تیم تکنیکی هند در کابل را یک گام مؤثر بر مستحکم سازی روابط میان این دو کشور دانسته و توقع می رود که هندوستان به زودترین فرصت سفیر خود را نیز به افغانستان بفرستد. ارسال تیم تکنیکی کشور هند به افغانستان البته می تواند در امور دیپلماتیک میان دو کشور نقش بسزایی داشته باشه و مخصوصا اینکه هند یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده برای افغانستان بود و پروژه و برنامه های زیاد در افغانستان داشتن. برخی از پروژه های زنان نیمه کاره مانده که می تواند که کارهای زنان از سر آغاز بشه. باورهای این است که آغاز دوباره سفارت هند در افغانستان نمایانگر آن است که افغانستان در تعامل با جهان در حال پیشرفت می باشد. او د هند سفارت خلاصیدل دلته دا په نړیوالو اړیکو کې لمک سره ډیر مرسته کوي او ډیر کومک کوي. دنیا په موږ باندې خپل اعتماد زیاتوي. او دوهم قدم که چیرې هند وغواړي لمک سره مرسته وکړي، یعنی دوی په خپل لاس باندې د خپل مرستې را انتقالوی شي او دلته د افغانستان اولس سره دوی کومک کوی شي. تحلیلگران می گویند هندوستان با افغانستان یک رابطه سیاسی و اقتصادی دراز مدت داشته و با آغاز دوباره فعالیت سفارتخانه در افغانستان مشکلات موجود در این بخش ها نیز حل خواهد گردید و ارتباط کابل با دهلی نو نیز مستحکم خواهد شد. دا یو ډیر ښه زیری دی، ځکه موږ له هند سره اوږدمهال سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکې لرو او همدا اوس هم زموږ مریضان دلته پاتې دي، ساحل ته پاتې دي، زموږ محصلین له سختو مشکلاتو او ناخوالو سره مخامخ دي. نو په ټولو کې دغه د اسلامي عمارت دغه د بهرنیو چارو وزارت هڅې وي چې او تاکید یې په دې باندې و چې موږ غواړو چې یو داسې سیاست خپور کړو چې په هغه کې افغانستان د تعامل مرکز وګرځي نه د تقابل مرکز. بعد از اینکه امارت اسلامی به تاریخ 5 اگست سال گذشته حاکمیت را در افغانستان به دست گرفت، هند همزمان با آن تمامی دیپلماتان خود را از این کشور بیرون و سفارت خود را بست. کمک های بشری شماری از کشورها با زلزله زدگان به افغانستان رسیده است. امارت اسلامی میگوید ایران، پاکستان، قطر، امارات متحده عربی و هندوستان کشورهایی هستند که مواد بشری کمکی آنها به افغانستان رسیده است. آمریکا، چین، ترکیه، نهاد صلیب سرخ و سازمان ملل آدرس های دیگر هستند که تعهد به کمک بشری نمودند. در نتیجه زلزله در ولایت های پکتیا، پکتیکا و خوست که در آن به بیش از 1000 تن تلفات وارد گردید، شمار زیادی از کشورها و سازمان های جهانی اعلام کمک های بشری با افغانستان کردند. امارت اسلامی میگوید از تعهدات سپرده شده کمک بشری برخی از کشورها به افغانستان رسیده و این سلسله هنوز هم ادامه دارد. قطر، ایران، هند، پاکستان، امارات متحده عربی و تاجیکستان از جمله کشورهایی هستند که کمک های اعلان شده آنها به افغانستان رسیده است. یک تیاره کمک های بشری کشور قطر برای زلزله زدگان به کابل رسید. همزمان با این ایران هم دو تیاره کمک های بشری را به افغانستان فرستاده و در میدان هوایی خوست به جانب افغان سپردند. مجاهد همچنان در توییت های جداگانه از رسیدن کمک های بشری امارات متحده عربی، پاکستان و هند خبر داده است. در سلسله کمک ها برای زلزله زدگان 8 لاری مواد خوراکه و سایر مواد ضروری هم از سوی پاکستان به پکتیکا رسیده است و به زودی به خانواده های متضرر توزیع خواهد گردید. در این حال کمک های کشور هند هم برای افراد متضرر این حادثه که 27 تن است در یک تیاره به کابل رسیده است که البسه و ادویه شامل آن است.
علاوه از این کشورها، شمار از کشورهای دیگر هم تعهد به همکاری و کمک‌های بشری با متضررین زلزله کردند. امارت اسلامی میگوید در سلسله کمک‌های بشری تعهد گردیده که یک تیاره کمک‌های بشری امارت متحده عربی هم در میدان هوایی خوست و مسئولین سپرده شده است. در سلسله کمک‌های بشری به زلزله زدگان، صبح امروز یک تیاره مواد خوراکی امارات متحده عربی هم به میدان هوایی خوست رسید. مجاهد در رابطه با این کمک‌های بشری جزئیات بیشتر نداده که تا چه مقدار این کمک‌ها به افغانستان رسیده است، اما میگوید که وزارت امور خارجه کوریای جنوبی هم از فرستادن $1,000,000 پول نقد برای افراد متضرر خبر داده و آمریکا، چین، جرمنی، ترکیه، کمیته جهانی صلیب سرخ، سازمان غذایی جهان و سازمان ملل هم از فرستادن کمک‌های بشری با افغانستان گفته، اما هنوز روشن نیست که کمک‌های یاد شده چه زمانی به افغانستان خواهد رسید. در زلزله پکتیکا شماری از کودکان تنها مانده و تمامی اعضای خانواده ایشان شهید گردیدند. حوادث اخیر بانک خانواده های زیادی را متضرر نموده، اما قربانی این دو کودک همه را بیشتر غمگین ساخته است. هیئت عازمی از کابل به پکتیکا با این کودکان دیدار کرده و اطمینان به هر نوع حمایت را دادند. سرپرست وزیر امور داخله بر رهبری یک هیئت به هدف غم شریکی با آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر و دیدار از زخمیان این رویداد به پکتیکا سفر کرده است. هیئت یاد شده با مردم متضرر مناطق زلزله زده ابراز همدردی کرده و تعهد سپردند که کمک های از سوی حکومت به آنها به زودترین فرصت توزیع خواهد گردید. پرون راست شیور دغه پک نه خبر شوی دی ټول امارت اسلامی مشر امیر مومنین صاحب د شورا ملګری رئیس الوزرا ټول کورینه دی نظام درولې دی په کالم کامل معنا باندې چې موږ څومره امکانات یو واستوان می دغه د فیصله وکول چې تر څو پر د زخمیونو انتقال نوي شوای د شهدا او تدبین نوي شوای دغه او زای شوی کورو او دغه زیانمن شوی کورو یو باندی پاس نویشه تر سپره تسیو کرم ما که دغا تاولیت وار که. در این حادثه مرگبار طبیعی که تنها در پکتیکا بیش از 1,000 تن در آن شهید و صدها تن دیگر در آن مجروح گردیدند، تمامی افغانها را غمگین ساخته است. احمدالله نوساله یکی از قربانیان این حادثه است که تمامی اعضای خانواده شهید و هیچ کس از او باقی نمانده است. د دې ماشوم نه ټول شي ځین سویل ځکه نه دی پاتې. موږ څه تنها احمدالله نیست که در این حادثه مرگبار مادر، پدر و تمامی اعضای خانواده خود را از دست داده. اینجا در شفاخانه فرد زخمی عضو از خانواده خود را از دست داده است. این کودک زخمی که اکنون در شفاخانه بستری است، باشنده اصلی منطقه افغان دبی در پکتیکا می باشد. در زلزله مادر و دو خواهرش شهید و برادرش مجروح گردیده است. مرکز شهید دو و دوی خواندی شهیدی دی. دای په خپل زخمی دا یا هغه سرپرست وزیر امور داخله که همراه با یک هیئت بلند رتبه دولتی به پکتیکا و خوست سفر کرده، در جریان بازدید از زخمیان این رویداد در شفاخانه با دکتران و مسئولین صحی توصیه کرده که در تداوی زخمیان از هر نوع امکانات استفاده کرده و مجروحان را که وضعیت صحیشان وخیم است را به کابل انتقال دهند. از سوی دیگر ولسوالی گیان پکتیکا صبح روز جمعه یک بار دیگر شاهد زمین لرزه بود که تعداد زیاد از مناطق را تکان داده و در نتیجه آن 5 تن جان باخته و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشتند. نیروهای پلیس موظف در چک‌پوینت های شهر کابل ملبس به یونیفرم گردیدند. امروز نسبت به روزهای گذشته چک‌پوینت های شهر کابل منظم بودند و نیروهای پلیس هم ملبس به یونیفرم گردیدند. قماندانی امنیه می گوید بعد از این هیچ سرباز حق ندارد که با لباس شخصی در چک‌پوینت ها بیستد.
باشندگان شهر کابل از این اقدام خرسند هستند و از مسئولین می‌خواهند که بعد تمامی نیروها یونیفرم توزیع کنند. نن ورځ د کابل په ښار کې د پولیسو اړوند چک پوینټونو کې ولاړ ټول پولیس په یو ځانګړي نظامي یونیفرم باندې سمبال شول. همدغه شان به دغه لړۍ د کابل اړوند ولسوالیو ته هم غځیږي. له نن ورځې وروسته د کابل په ښار کې هیڅ پولیس حق نه لري چې په یو شخصي کلیو کې یعنی بدون له یونیفرم څخه په چک پوینټ باندې ودرېږي. مخه خلق ته انشاءالله ډاډ سل په سل ورکول ځکه سې مونږ خپل شخصیت جامه اوس معلومه سوه خپل هویت معلوم سې مونږ له جامې نه څوک استفاده نه سي کولی بد استفاده او هر څوک کولی سي اوس مونږ جامه ولویني پوهېږي چې دا نظامیان دي او مجاهدین دي افغانستان اسلامي امارت ځواکونه دي. انشاءالله مونږ ټول خلق ته د امن ډاډ ورکو. انشاءالله مونږ ډېر خوشحاله یو چې دا نظامیان ټول په یونیفرم برابر سو او دا د ټولو دوستانو خواهش و چې باید په نظامي لباس وي ملبس یي او مونږ د وزارت داخلې نه ډېره مننه کوو چې دوی ټولو ته یو رقم ته جامه توضیع کړه او دې نه بعد هر څوک معلومیږي چې څوک نظامي ده څوک غیر قانوني کار ترسره کوي او یونیفرم خو دوی دپاره ډېر ښځه سي معلوم سه دا رقم ته ډېرو خلکو دې نه غلطه استفاده کوله د اماراتو په نوم باندې اوس انشاءالله دوی په یونیفرم باندې سنبال دي او هیڅ څوک غیر قانوني کار نه سي ورناکوي. مونږ ډېرو نه خوشحاله یو دې اقدام نه. بزرگان قومی و عالمان دین در ولایت کندز با مسئولین امنیتی یک نشست مشورتی برگزار کردند. بزرگان قومی و عالمان دین در این نشست از مسئولین خواستند تا اصلاحاتی را به میان آورده و از افزایش دزدان در این شهر انتقاد کردند. مسئولین خواسته ها و انتقادات مردم را پذیرفته و اطمینان دادند که برای حل آن اقدامات جدی را روی دست خواهند گرفت. این دومین نشست مشورتی بزرگان قومی و علمای دینی با مسئولین امنیتی در کندز است که در مقابل رسانه ها برگزار می گردد. هرچند متنفذین و علمای دینی در این نشست بر ایجاد اصلاحات مشورت های را شریک ساخته و نیز انتقاد نمودند تا جلوی دزدان در شهر گرفته شده و سربازان نظامی باید با یونیفرم ملبس گردند. ریاست امنیتی ملی هم اونجا برای ما یک اوزه جور کردن اونجا ما بسا خوشحال هستیم از خدمت های از اینا و از کار از اینا. من دو گوی نراضی هست و پا یا بجا دول از بجا واقعا من منطقه کسی ویده دوار هم سو گرم دوار هم از رسی ویده منطقه ده الحمدلله طول خواهم طول سر همکار هست و شب و روز مردم تا سرک میره سالا کابل تا بدخشان تک نیست از او حالت بر آمده. بزرگان اقوام دیگر نیز از برگزاری این گونه نشست‌های مشورتی استقبال نموده و خواستند تا در اداره‌های دولتی با تمامی کادرهای کشور جا داده شود. امارت اسلامی با در تقرر استقلالی و اهلیت انتظار در نظر بگیرد. مثلا تبعیض قومی، گروپی، سمتی، همه اگزی با قطعا دیجی وجود نداشته باشد. پتیگی، دست نور اموال پتیگی. چون اوزه سره څنګه کوم خبر شي کو اوزه رسیدګی نشي کولای په خپل غزما کې چون دي وسایل نه او د بل نور مشکلات نه واجنه یو نو فرما به پولیس ته توزیع وکړي چې نو تاسو یو پولیس کیاس مامور امنیت کیاس استخبارات کیاس و اردو کیاس. مردم از موجودیت افراد فرصت طلب که در صفوف امارت اسلامی جا دارند شکایت داشته و به مسئولین صدا می زنند که باید این افراد را شناسایی نموده و برایشان آگاهی داده شود. اما قماندان امنیه در شناسایی این افراد از مردم درخواست همکاری نموده و اطمینان می دهد که امنیت مردم برایش اولویت دارد. دی په حق لبانی منگا در طول امنیتی مسئولین ده حوضو مسئولین را بخ او تاسو مرا وختي تاسو مونږ خپل د امارت خلق ګړو په دې مشوره در سره کوو چې دا یو نیم داسې څه مشکلات وي چې هغه په جامعه کې پیښېږي د دې مخنیوی وشي. وانه ورید امیر د امنیت ته دې راشي امیر د امنیت غږ وانه ورید ولایت ته دې راشي مونږ ته دې راشي مونږ دا قضیت راسره پورې د حکومتو د عمري عدالت دعوه کړې. مولوی دوست محمد عبیده امر امنیت در جریان این نشست اطمینان داده که تا عید آینده تمامی منصوبین امارت اسلامی با یونیفرم ملبس خواهد بود.
نو د پرم چې تاسو وګوره په مطبوعاتو کې هم واورئ د کابل او کندهار مشهور شوی دی، هلته توضیح شوی دی او انقریب دا یونیفرم دلته را روان دی، ځکه دا مراحل لري، مراحل یې طی کړي خامخا یو څه وخت نیسي، خو اوس یې ټوله مراحل طی شوي دي. شکایت مردم از طالبان در این ولایت در حالی است که گفته می شود با مردم رفتار آنان غیر مسلکی بوده و در طی یک ماه گذشته به در حدود 400 تن آنان آموزش های کوتاه مدت داده شده تا در هنگام تلاشی در چک پوینت ها با مردم برخورد نیک داشته باشند. اسدالله هارون زندانی افغان از زندان گوانتانامو آمریکا آزاد گردید. امارت اسلامی میگوید بعد از تلاش‌های زیاد و تعامل مثبت با آمریکا، اسدالله هارون از زندان گوانتانامو آزاد گردید. ذبیح الله مجاهد گفته که یک زندانی دیگر هم در زندان نامبردن نگهداری می‌شود و آنها تلاش را برای آزادسازی او نیز ادامه می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می افزاید با برخی از کشورها در تماس هستند تا افغانهایی را که با عنوانهای مختلف در خاکشان زندانی هستند را از بند آزاد سازند. اسدالله هارون در سال 2007 در خانهش از سوی نیروهای امریکایی دستگیر گردیده بود و بعد از 15 سال زندان روز گذشته در قطر به امارت اسلامی سپرده شد. و در پایان سپاسگزارم از شما و همکارانم. سرویس خبری این ساعت در همین جا به پایان میرسد. وقت بخیر. خداوند نگهدار.